بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ سوم بهمن ماه 1373 در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله حاجی انواری، جلسه سوم ما با ایشون را تشکیل میدیم. ضمن عرض خیر مقدم، اسلام میکنم شما دنباله مطالبی که در زمینه خاطرات خودتون داشتید ادامه میکنید. خیلی متشکر. عرض کنم که به اینجا رسیدیم که در رژیم ستمشاهی مردم در شرایط سختی از نظر معیشت و زندگی به سر می بردن. فاصله ها در زندگی بسیار بود، گروهی متنعم و در رفاه و اکثریتی با فقر و فاقه به زندگی مرگبار خود ادامه می دادن. نظام غلط اقتصادی حاکم اقلیتی را روز به روز مرفه تر می ساخت و اکثریتی را روز به روز فقیرتر می کرد، و این در حالتی بود که منابع زیرزمینی ما به ویژه نفت به غرب سرازیر می شد و ملت ایران زیر بار وامهای کمرشکنی که از شاه که شاه از کشورهای غربی به خصوص آمریکا می گرفت به زنجیر بردگی کشیده می شد و وابستگی ایران به سلطه‌گران جهانخوار شدت می یافت. ای کاش این وامه ها در جهت رفاه عمومی مصرف می شد و یا در جهت تولید کشاورزی و صنعتی و عمران کشور به کار می رفت. بخشی از این وامه ها صرف خرید اسلحه های آمریکایی برای سرکوبی ملت و بقیه هزینه عیاشی های شاه و وابستگانش را فراهم میکرد و ملت هم از نظر اوضاع اقتصادی در سخت‌ترین شرایط به زندگی فلاکتبار خیش ادامه میدادند. شاه برای سرپوش گذاشتن روی جنایاتش انقلاب سفید آمریکایی را عنوان کرد، همون انقلابی که شاه به دستور اربابان آمریکاییش جهت حفظ رژیم متجاوز خود و اغفال ملت زیر پوشش اصلاحات ارضی و آزادی زنان و غیره که به نابودی کشاورزی کشور عزیز ما انجامید مأمور اجرا اون گردیده بود. حضرت امام رحمت الله علیه در سخنانش می‌فرمود، البته این سخنان بعد از این بود که مسئله اصلاحات ارضی و آزادی زنان رو شاه عنوان کرده بود و انقلاب سفید رو راه انداخته بود و تبلیغات اینا می‌کردن، امام در یک نشستی فرمودند که این کسانی که منشأ تمام تباهی ها و فساد ها در کشورند نمی توانند پرچمدار اصلاحات باشند. اگر بناس اصلاحاتی در این مملکت صورت گیرد، این مفسدین نباید در رأس امور باشند، چون اینان فاسدند و جز فساد و تباهی کاری از آنان ساخته نیست. و اضافه بر این تمام بدبختی ها و فساد ها از ناحیه همین تیف به وجود آمده و چطور میتونن، امام فرمود چطور میتونن اینا پرچمدار اصلاحات باشن. حضرت امام پیوسته به مردم هشدار میداد که گول این شعارهای توخالی رو نخورید. پرچم اصلاحات بایستی بر دوش کسانی باشد که در این کشور مایه فساد و تباهی نبوده و آراسته به تقوا و درستی و خیرخواهی برای ملت باشند. حضرت امام رحمت الله علیه پیشاپیش و روحانیت مبارز و متعهد و ملت غیور و مسلمان ایران به دنبال همچنان به مبارزه بی امان خود ادامه می دادن. شاه از این بابت سخت کلافه شده بود و از این جرأت و جسارت مجال را بر خود و دولت مزدورش تنگ می دید. او که از طرفی نمی خواست تسلیم حق و قانون شود و از طرف دیگر روح دیکتاتور معابانه اش سخت از این حرکات جریه دار شده بود، دست به اقدام ماجراجویانه ای زد. بدین ترتیب که ارتشیان و ماموران و دشخیمان ساواک را به صورت دهقانان به عنوان طرفداری از اصلاحات ارضی با اتومبیل های شرکت واحد روانه قم ساخت. اون روز مصادف با شهادت حضرت امام صادق علیه السلام بود و در مدرسه فیضیه مراسمی در این رابطه برقرار بود. جلادان شاه با شعار جاوید شاه به طلاب علوم دینی و مدرسین و علمای اعلام و مردمی که در آن محفل روحانی جهت بزرگداشت ششمین امام معصوم
شیعیان اجتماع کرده بودند یورش برده، با وحشیانه ترین وضع اونان را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادن. مجلس سوگواری را به هم زدن و طلاب مبارز را که در طبقه فوقانی مدرسه و پشت بام سنگر گرفته بودن به پایین پرتاب کردن، تعدادی را کشته و جمعی را مجروح ساختن. این جریان خود موجب خشم و اسیان مردم مسلمان گردید، به ویژه اون که حمله به حوزه مقدسه علمیه قم از طرف ساواک و پلیس و ارتش بی سابقه بود و بیمارستان ها به دستور ساواک از پذیرفتن زخمی ها خودداری می کردن. به دنبال این فاجعه بزرگ، اعلامیه کوبنده حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه و روحانیت مبارز ماهیت ضد اسلامی و روحیه دیکتاتور معاونه شاه را بیش از پیش برملا می ساخت و نقاب ریا را از صورت وی برکنار می کرد و چهره واقعی و کریه شاه را به مردم نشان می داد. این ایام سال 42 مصادف با ایام حج بود. حضرت امام هم فرمودن بایستی از مراسم حج استفاده کرد و صدای مظلومیت ملت مسلمان ایران را که گرفتار ستم آمریکا و عامل دست نشوندهش محمد رضا پهلوی هستند به شرکت کنندگان در کنگره عظیم حج رسانده شود. جمعی از دوستان قبلا برای تهیه مقدمات کار به مدینه مشرف شدند. ما نیز طبق قرار قبلی به فرمان رهبر انقلاب جهت همکاری با برادران در مدینه به ایشان پیوستیم. کیا بودن دوستانی که مشرف شدن؟ عرض کنم که از اشخاصی که بودن، یکیش آقای صادقی بود، دکتر محمد صادقی بود که الان در قمه. عرض کنم که یکی از آقایانی بود که خیلی به ما کمک کرد در اون جریان، در آبادان بودن، آقای اسمش یادم بیاد، از علمای آبادان بود. سیدی بود. متاسفانه اسمش فراموش کردم. و جمعی از دوستان بازاری عرض کنم که در این جریان بودن و امام به من، چون من خدمتشون مشرف شدم، برای خداحافظی عرض کردم که اگه اوامری دارید، فرمودن که من گفتم شما برید، اون آقایون رو اسم بردن، برید اونجا به شما میگن که چی کار بکنید. ما مشرف شدیم مدینه و رفتیم به اون محلی که مرحوم آستا احمد لواسانی بود، باقر چی بود یه جایی بود که محل ایشون بود، همه اونجا جمع شدیم. اسم باقا میاد که محل چیز بود دیگه، فعالیت. عرض کنم که اون آقایی که عرض میکنم، حالا الان اسمش فراموش کردم، حالا یادم بیاد عرض کنم، ایشون چون عربی و اینها بلد بود، لباس عربی پوشیده و لباس امامش اینو انداخت و ایشونو رفقا فرستادن به جده برای تهیه، عرض کنم که دستگاه تکثیر، که اون روز هم خیلی مشکل بود. حالا ایشون رفت با لطائف الهیلی بالاخره تو ماشین چی کرد و گذاشت پشت ماشین و چی خرید؟ پولیکوپی؟ بله، پولیکوپی و دستگاه تکثیر مفصل بود. بله، همه اون چه که لازم بود 1,000,000 نسخه اعلامیه در ظرف چند روز تب بشه. اعلامیه چی بود؟ حالا عرض میکنم، عرض کنم که دستگاه چاپ و تکثیر به وسیله حجاج ایرانی از جده فراهم و به مدینه آورده شد که وسیله همین آقا بود و با زحمت زیاد و مشکلات فراوان که عمدتاً مسائل امنیتی بود، 1,000,000 نسخه و یا بیشتر از اعلامیه هایی که بنا بود در رابطه با مظالم شاه و ضدیت او با اسلام منتشر شود چاپ کردید. البته در اون اعلامیه ها مسئله عمده‌ای که روش تکیه شده بود ضد دینی شاه بود، که شاه خلاصه کافر شده، ضد قرآن شده، ضد اسلام شده، به حوزه علمیه که جای فقها و علما و عرض کنم که خدمتگزاران شرعی یورش برده، کشته. ای مسلمان ها، خلاصه بشناسید چهره کریه شاه یا عامل مزدور اجنبی رو، فلان و اظهار نفرت و به اصطلاح تحریک مسلمان ها به این که
خلاصه با ملت ایران همصدا بشن و جنایات شاه رو خلاصه به تمام کشورهای اسلامی. حالا این اصل اعلامیه بود. وقت تماس هایی که اونجا گرفته میشد با بعثه ها، با چهره های معروفی که از کشورهای اسلامی آمده بودن اونجا، و یک به اصطلاح مجالس روزخانی را افتاده بود و خیلی هم جالب بود و خیلی هم اثر کرد. حالا به هر صورت عرض کنم که و با اینکه انتقال این اعلامیه، حالا بنا بود این اعلامیه منتشر بشه از مکه، از مدینه به مکه و عرفات و منا، خالی از اشکار و دشواری نبود، با کمک خداوند و همت برادران مسلمان ایرانی در مکه و عرفات و منا به شکل جالبی پخش شد و من خودم یکی از اون افرادی بودم که پخش کننده این اعلامیه بودم. عرض کنم هم در عرفات و هم در منا و مخصوصا در منا که این آقای حاج آرزای گارسچی رو نمیدونم میشناسید یا نمیشناسید، وقت وکیل امام بود در تهران، این هم بود ما ساکار پر میکردیم و حتی به بعضی چادرها که میرفتیم خواب بودن، ما یکی اعلامیه میذاشیم بالا سرشون. و البته اعلامیه به زبان عربی و اینها چی شده بود کتاب شد، فارسی هم بود البته ولی اکثرش عربی. و بعدم تتمش هم آوردیم مسجد الحرام میدادیم. در این جریان دو نفر گرفتار شدن، یک آقایی بود جوانی بود یزدی که این جوان گیر افتاد و گرفتنشو. البته اون وقت زمان فیصل از مصر خیلی اینا وحشت داشتن، خیال کردن مصر داره اینجا شلوغ میکنه و اینا. اون جوان رو گرفتن بردن شرطخانه حرم و در این بین آقای صادقی هم گرفتن، آقای دکتر صادقی هم گرفتن و ما قصر در رفتیم، رفتیم برای دیدن اینا تو زندان از کلام که شرطخانه. گفتیم چیه جریان و گفتن که اینا رو باید ما بفرستیم اونجا مرکز، اونجا تکلیفشون روشن میکنن. و به هر صورت حالا اونم یه تفصیلی داره، حالا اون نمیخوام بپردازم، همین مقدار میخوام به طور اجمال بگم که این زحمتی کشیده شد و این اعلامیه‌ها در مکه و عرفات و منا خیلی گسترده پخش شد و برادران مسلمان سایر کشورهای اسلامی در جریان مسائل ایران قرار گرفتن که از ایران چه میگذره نمیدونستن. که دو نفر در رابطه با پخش اوراق از طرف پلیس عربستان بازداشت شدن که یکی از اونها خوشمزه این بود که اون یزدی فرار کرد. فرارش هم به این صورت بود که زندانی ها رو می آوردن برای انجام مراسم، البته با پلیس و اینها هم طواف. من اونجا می گفتم که این زندانی ها طوافشون راحت تر از ماست، چون ما تو فشار جمعیت بودیم، اونا رو محاصره می کرد پلیس، می انداخت وسط و خیلی راحت هم در سعی بین صفا و مروه و مخصوصا در طواف و نماز مقام ابراهیم دیواره پلیسی درست میکرد و اونا وسط نمازشون خیلی دارم خوشم اومد از اینکه حجشون راحته. این بنده خدا رو که آوردن برای انجام حج و اینها تو اون شلوغی از دست پلیس در رفت نتونستن پیداش بکنن تا همراه بچه های مرحوم آیت الله حکیم خلاصه اینه بردنش به عراق.